من با توجه به اینکه شما شناخت و حدود زیادی روی این افراد دارین و بارها و بارها درباره این افراد در همین برنامه صفحه آخر صحبت کردیم، تلاش همین است که اولا مختصر اینا رو معرفی بکنم تا اونجایی که میشود فشرده بکنم موضوع ها رو و فقط به چند نکته‌ای که شاید کمتر بهش پرداخته شده بپردازم برای شناخت بیشتر این آدم. حالا دومی که امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی، متولد 1350 در فریمان استان خراسان، 16 سال نماینده مجلس شورای اسلامی است، عضو جبهه پایداری انقلاب اسلامی بود، جبهه پایداری که در واقع مصباح یزدی به وجودش آورد، با یه دست تندروترین اصولگرایان جمهوری اسلامی به اصطلاح سال 88 تشکیل شد، یه عده دوروبری های احمدی نژاد شکلش دادن اون موقع. حاج دکتر امیر حسین قاضی‌زاده که شده نامزد ریاست جمهوری سخنگوی جبهه پایداری بود. حالا جبهه پایداری میگه اون عضو ما نیست و دیگه سخنگومون هم نیست. نمیگم چرا، لااقل علنی نمیگه، مهم هم نیست البته بگه یا نگه. این قاضی‌زاده هاشمی شده جوک انتخابات امسال، یه جورایی مثل احمدی نژاد مثلا، یه کارایی میکنه آدم یادمون میفته، یه سوژه شده واسه مردم تو این مصیبت. فیلم های تبلیغاتیش واقعا شاهکاره، نمیدونم کی درست میکنه اینا رو. میشینه روز زمین مستضعفین یه قاشق غذا میخوره، ادای احمدی نژاد و این فیلماش و اینا به خیر، بعدش پا میشه سفره رو همون وسط اتاق میتکونه و میگه که نمیدونم ما دست ریزخاران سفره انقلاب باید قطع بشود. بعد سفره رو میتکونه وسط اتاق همچون که دیدیم، بعد مورچه ها میان حالا ریزخار سفره انقلابت میشن دکتر جون. این آخه چه فیلم تبلیغاتی انصافن؟ میای تلفنی با دختر خانومت حرف میزنی. معلومه من به تنهایی نمیتونم درستش کنم، باید بهم اعتماد بشه. شما جوانا باید بیاین میدون. ما که باید فامیلیمونو عوض کنیم که رانتخار شما نباشیم. خودت که داداشت احسان قاضی‌زاده هاشمی عضو کمیسیون نظارت بر تبلیغات انتخاباتی همین الان، یعنی درست همون جایی که تو میخوای مثلا قانونن همه چی رو پیش ببری و خیلی رو زمین میشینی و فلان، داداشت مسئول نظارت بر همین چیز هست. دوره قبلی و فعلی مجلس شورای اسلامی تو نماینده بوده مثل خودت، همین الان با جناب عالی تو مجلسه. پسرعموت 5 سال و نیم وزیر همین دولت روحانی بوده. یه چیزایی بگین که آدم نیاد به هر حال یقتون رو بگیره، اقلا یه چیزایی بگین که نقد جدی، مثلا برنامه بدین فلان بکنین. اینجا چی حاقه؟ برنامهش هم اینه، میگه من میخوام همه چی رو به هم بریزم. اون سفرهرم که تکوندم واسه نشون دادن این بود که میخوام هر چیزی که نشان از تجدد دارد از بین ببرم. از من پرسیدند رقیب شما در انتخابات کیست؟ گفتم رقیبم رضاخان است، چون نهاد اداره کشور برخواسته از رضاخان است و ادامه پیدا کرده است. من آمده ام نهاد 100 ساله رضاخانی را به هم بریزم. آموزش و پرورش و کنکور و سربازی و بانک و سازمان برنامه و بودجه رضاخانی است. اگر به من رأی دهید فکر من این است، خدا به خیر بگذارون. بعد امام خامنه‌ای فرمودن که باید بتونی مشکل اصلی رو حل کنی، یعنی بعض اقتصاد رو سامون بدی. چیکار میکنی؟ میگه میدم. امیر حسین قاضی‌زاده میگوید 3 روزه میشود مشکل بورس را حل کرد. تو این چند سال اخیر که دیگه رسما شروع کردن به زدن جیب مردم مثل قضیه بورس،
یعنی به جای اینکه دولت فدای مردم بشود و دنبال حفاظت منافع مردم باشد، شرکت‌های دولتی ضرر و زیان خودشون رو از طریق تزریق تورم یا تأمین مالی از بازار سرمایه جبران کردن و جبران می‌کردن. متأسفانه واقعا سه روزه می‌شود مشکل حاد بازار سرمایه رو حل کرد. یک دستور حکومتی، یک دستور رئیس جمهور می‌خواهد. میگم این جوک شده. مشکل نقدینگی، تورم، پولهای بی پشتوانه، ورشکستگی بانک ها، مؤسسات تولیدی، بیکاری فزاینده، مال باختگی مردم تو مؤسسات اعتباری، بعد رو آوردنشون به بورس، اینا همه رو سه روزه با یک دستور میشود حل کرد. همه چی و اینا با دستور میخوان حل کنن، ولی خب نمیشه با دستور حل کرد همه چی.